خالد نفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان میگد که زین پس شماری از ملاهای اهل تشیع در مناطق شیعه نشین به امر ملا هبت الله به عنوان محتسب استخدام می شون. سلام بر شما 26 می 2023 میلادی و برابر با 5 جوزای 1402 هجری شمسی است. گروه طالبان تصمیم دارد که شماری از ملاها و مولوی های شیعه را در مناطق نشین به عنوان معتصیب در چوکات وزارت امر به معروف و نهی از منکر استخدام کند. خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر این گروه میگوید که ملا حیبت الله رهبرشان با استخدام علمای اهل تشیع به عنوان معتصیب در چوکات وزارت امر به معروف و نهی از منکر موافقت کرده است. آقای حنفی روز پنجشنبه در یک نشست در کابل صحبت می گفت که در ولایت های چون دایکندی، غزنی و بامیان علمای اهل تشیع به عنوان محتسب استخدام شدند. حنفی افزود است که در مناطق از کابل که شمار شیعیان زیاد است نیز محتسبان از علمای اهل تشیع استخدام شده است. وزیر امر به معروف نهی از منکر گروه طالبان گفته است که وزارت امر به معروف نهی از منکر یک اداره مذهبی است و در کارهای اداری نیز از هر مذهب از جمله شایان حضور دارد وزارت امر به معروف نهی از منکر گروه طالبان در اول ماه حمل اعلام کرده بود که به دنبال استخدام افراد جدید به عنوان محتسب هستند محتسبان طالبان تاکنون در مورد زیاد متهم به نقص حریم خصوصی مردم شده است بازرسی خانه های مردم بدون حکم دادگاه و تفتیش تلفن های مردم از جمله این موارد بوده است آنان زنان را نیز در بسیاری موردها استاد کرده و حتی با حلفاز رکیک با آنان گفته است که باید به خانه هایشان برگردد. مثلا امر به معروف حزب از منکر گروه طالبان قدرت بسیار بالایی در بین طالبان دارد و سوی رهبری این گروه نیز مورد حمایت قرار می گرد. از همین جهت محتصبان این گروه به راحتی و بدون هیچ مشکلی شهروندان کشور را مورد اذیت به آزار قرار می دهد. در بسیاری موردها کاری که باید توسط پلیس انجام شود توسط مسئولان امر به معروف انجام می شود در جایی که باید توسط مسئولان استخبارات خانه های افراد تلاش شوند توسط مسئولان امر به معروف انجام می شود در بسیاری جاها حتی در کارهای ترافیک و خلاصه در همه موارد آنان مداخله دارند شهروندان کشور مسئولان امر به معروف طالبان را به مگزهای تشبیه می که به هر جا منشند و به هر چیزی غرض دارد وزیر امره به معروف فناهی از منکر گروه طالبان در حال از استخدام علمای شیعه به عنوان محتسب اظهار نظر کرده و سخن میگوید که این گروه مخالف آموزش فقه جهفری در مراکز آموزشی و دانشگاه است. و تازگی تدریس مذهب و فقه جهفری در دانشگاه بامیان از گروه طالبان ممنوع اعلام شده است و حتی در بسیاری جاها به شیعیان دستور داده شده است که باید بر اساس فقه اهل سنت و بر اساس دستور طالبان کار کنند مثلا امسال در عید سعید فطر روزداران شعر را مجبور کردند که روزهشان را به خواست طالبان افتار کنند